دختر تو عقلتو از دست دادی؟ ها؟ برای چی رفتی به سراغ چرت و پرت گفتی؟ چیزایی که گفتم چرت و پرت نبود. خودت هم میدونی، فقط اعتراف نمیکنی. میخواستی با هم حرف بزنی. منم خیالم راحت میشد، شاید اون وقت ساکت بودم. میخواستی چی بگم ها؟ چی؟ یه زن متأهله، مگه خودت نگفتی؟ درسته اون اوایل شاید ازش خوشم میومد، ولی من آدمی نیستم که دنبال یه زن متأهل برم. میفهمی چی میگی؟ حالا چی؟ میخوای با بیگم باشی؟ من همین الان با بیگم هستم، با یه زن کاملا منطقی و با اصل و نسب. خوشگل، تو این وسط چرا آب و گل آلود میکنی ها؟ ببین، خودت داری میگی که از سرای خوشم اومده بود جان، ولی در مورد بیگم منطقیه. میخوام ببینم تو عمرت کدوم یکی از رابطه هات بر اساس منطق بوده. لطفا جواب بده. مگه نمیگفتی عشق کار دله؟ پس چی شد؟ خودت گفتی عشق کار دله، جوابمو بده. ببین ویگن، تو بهتر از همه میدونی که من چیا کشیدم. حالا که من از یه نفر خوشم اومده، چرا میخوای زندگی ما به هم بریزی؟ آخه چرا ویگن؟ من میخوام مواظبت باشم. مواظبم نباش. چجوری میخوای مواظبم باشی؟ با این داستانه یه مسخره ای که ساختی؟ تو هنوز میگی داستانه جان؟ من دارم حال تو رو میبینم، دارم میبینم جان. منو نبین. اگه قرار از این مسخره بازی رو در بیاری منو نبین. ببین تو زندگی من دخالت نکن، ازت خواهش میکنم. تو زندگی من دخالت نکن، بس. تمومش کن. بگو. انگار بی موقع اومدم نه؟ نه نه. خواهر برادرها بعضی اوقات دعواشون میشه مگه نه؟ من همین جوری اومدم، فقط خواستم قبل اینکه ویگن بره ببینمش و کده خونتون رو بدم. من بعدا دوباره میام. احساس میکنم مزاحم شدم. نه 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 نه، بیا. ویگنم خیلی خوشحال میشه. تو به دل نگیر، بعضی وقتا ما با هم دعوامون میشه ولی خیلی زود آشتی میکنیم. ولش کن، اهمیت نده. بیا تو، بیا. ویگنم خیلی خوشحال میشه. بیا ویگن، ببین کی اومده. برو تو سالن از این طرف. سلام. سلام، خوش اومدی. چطوری؟ ممنونم. خواستم قبل از این که بری یه بار دیگه ببینمت ویگن. تازه سبب خیرم شدی. من نتونسته بودم برای خونه جان هدیه بخرم، اونم آوردم. دست درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی. ممنونم، خیلی ممنون. خواهش میکنم عزیزم. ممنون. امیدوارم خوشت بیاد. خیلی ممنونم. تو خریدی؟ مگه میشه خوشم نیاد؟ میشه بازش کنم؟ آره بازش کن، اینم مال توه. خیلی ممنون. خیلی هیجان زده شدم. خیلی خوشحالم کردی، پس بذار بازش کنم. خب ببینیم توش چی هست. چیه؟ باز کن ببین. بذار ببینم از کجا باز میشه. شوخی میکنی؟ وای یادت نرفته. ویگن ببین چقدر قشنگه. خیلی خوبه، دست درد نکنه. خواهش میکنم. دیوونه. خوشحالم که یادت نرفته. از این به بعد با هم گوش میدیم. خوشت اومد آبجی؟ خیلی قشنگه. راستش بله، حدود یک سال من متأهل بودم. شما از کجا میدونین؟ واقعا تعجب کردم. خب راستش وقتی داشتم تحقیق میکردم کار کیه فهمیدم. همین. یعنی کار بوراکه؟ اسمش بوراک بود؟ کارش چی بود؟ چه جور آدمیه؟ مهندس کامپیوتر بود. آدم خوبی بود، یعنی اولاش آدم خوبی بود. بعد یه مدت که از ازدواجمون گذشت کارو بارش خراب شد، اخراج شد، یه کار جدید پیدا کرد. اونجام نتونست بمونه. بعدم دیدم تو اینترنت داره کارهای عجیب انجام میده. نه ازدواجمون براش مهم بود و نه اینکه بیکار شده. خورد تو ذوق تره؟ آره. میگم حالا که مهندس کامپیوتره احتمال داره اون به موبایل مامان کیمت پیغام داده باشه، مگه نه؟ اینطوری نیست؟
براش خیلی راحته. هم خودش هم دوستاش تو کار هک و این چیزا بودن، اما خیلی وقت باهاش حرف نزدم، حتی یه بارم مزاحمم نشده. چرا باید این کارو بکنه؟ شاید مشکل مالی داره. البته شاید. راستش قبلا قمار بازی میکرد، احتمال داره، ولی خب بازم مسخره است. چرا باید به من تهمت دروغ بزنه؟ از داداشم خیلی میترسید. نمیدونم آقا فکرت. فکر نمی کنم کار اون باشه. فکر نمی کنم. من معذرت میخوام. فکر نکن میخوام تو گذشتت فضولی کنم، ولی همونطوری که گفتم من باید همه احتمالات در نظر بگیرم. ولی تو نگران نباش، من میدونم که هدفت فقط کمک کردن به من بوده. به خاطر همین منم نمیذارم کارتو از دست بده. مطمئن باش، من با مادر خانمم صحبت کردم. فکر کنم متوجه اشتباهش شده باشه. یادم که میفته اعصابم خورد میشه. ولش کن، بازم ازت عذر میخوام. همه چیز فقط یه سوء تفاهم بود. باشه؟ با این اتهامی که به هم زدن نمیتونم اینجا بمونم. یعنی بهتره که نمونم. فقط به خاطر خودم نیست، به خاطر شما هم هست. نمیذارم جایی بری. شنیدی؟ این مشکل رو حل میکنی، بعدش همه میفهمن. ولی اگه یه بار دیگه همچین اتفاقی افتاد حتما به من خبر بده. باشه؟ ما دو نفر کاری نکردیم که خجالت بکشیم. هم با شماست. میشه یه لحظه صبر کنین؟ باشه. شرکت برای همه کارمندا یه هدیه خریده بود. ما هم خواستیم به عنوان کارمندتون برای شما یه هدیه خریده باشیم. همکارام هم مثل همیشه برای خریدن هدیه منو مسئول کردن. میدونم فرصت مناسبی نیست، ولی ما یه ماهی که داریم میگردیم. میدونین که تو انتخاب هدیه هم یکم مشکل دارم، برای همینم یکم طول کشید. ولی باید هدیه‌تون رو بهتون بدم، چون همه میخوان نظرتون رو بدونن. سال نو مبارک. خیلی ممنون. سازدهنی؟ یادمه گفته بودین برادرتون سازدهنی که پدرتون خریده بود و گم کرده. من میدونستم چقدر دوستش داشتین. البته این نمیتونه جای سازدهنی پدرتون رو بگیره. این بهترین هدیه که تو عمرم گرفتم. خیلی ازت ممنون. راستی از طرف منم از بقیه تشکر کن. باشه؟ بله حتما. فعلا با اجازتون. توی؟ چرا تا این وقت شب اینجایی؟ ها؟ نمیفهمم چرا همه کارها رو تو باید انجام بدی؟ مهم نیست. چی گفتی؟ هیچی، میگم کار داشتم. تو بازم عصبانی؟ میخوام ببینم میشه باهات حرف بزنم یا باید تنهات بذارم. همش تقصیر غریبه. وسط پرونده منو ول کرد رفت. واسه چی؟ چه میدونم، میگه دیگه نمیخواد با من کار کنه. نمیدونم میتونم به این صورت یه وکیل خوب مثل اون پیدا کنم یا نه. یاد جان افتادم. جان، شنیدم اینجا اومده خونه گرفته، درسته؟ جان آدم منظمی نیست، به نظرم اصلا گزینه مناسبی نیست. فکر کنم اونم مثل من
از بارو خوشش نمیاد، درسته؟ یه چیزایی شنیدم، به نظرم با هم کنار میایم، نه؟ به نظر من دنبال گزینه های دیگه هم بگرد. الان میتونیم با هم حرف بزنیم؟ الان میتونیم حرف بزنیم؟ این چه کاریه میکنی؟ معلومه که میتونیم حرف بزنیم، این چه سوالیه؟ موضوع چیه؟ گفتم که در مورد سال نو. عجیبه. دلارا برو خدا بی خیال من شو، من خودم شبیه درخت کریسمس شدم، هر کسی یه چیزی به هم آویزون کرده. ببین چی میگم، به نظرم یه ذره زیاده روی نمی کنیم. مگه با بقیه روزا چه فرقی داره آخه؟ ها؟ چه فرقی میکنه؟ مردم به فکر فرداشون نیستن، همه میرزن تو خیابون، فقط ترافیک درست میکنن. ببین چی میگم، به نظر من بهترین گزینه مهمونی تو خونه است. جدی؟ خیلی خوبه. باشه. جدا؟ آره. مامانم هم برامون غذا درست میکنه. قرار سال نو رو با مامان شروع کنیم. آه معلومه، لطفا قبول کن، دلش میشکنه. دومینو بازی میکنیم، باشه؟ ها؟ خیلی خوب، بریم. بریم. چیه؟ هیچی، دارم نگات میکنم. بگو ببینم. واقعا هیچی نیست، زنها بعضی وقتا بیقرار میشن. دارم فکر میکنم برای هر کس چی بخرم، نکنه یه نفر رو یادم بره از اینجور چیز. چیز مهمی نیست، جدی میگم. تو چیه؟ مگه من زن نیستم؟ تو بهترین زن دنیایی، ولی من که باورم نشد. حالا که نمیخوای تعریف کنی اصرار نمیکنم. بیا تو بغلم، آرومم کن. این پایینی رو باز کن. ببین مراد، نمیخوام بپرسم برای کی میخوای بخری، ولی حداقل بگو دنبال چی میگردی دیگه. یه چیز خاص، یه چیز با نمک، نمیدونم. داداش چیز با نمک نمیخوام. پس چی؟
یه چیز مناسب باده. داداش، داداش خیلی فکر کردم. از آخرین باری که با هم حرف زدیم دارم فکر میکنم. نمیشه داداش، نمیشه. نمیتونم بیخیال شم، نمیتونم بهش فکر نکنم. ببین مراد، نمیتونی با باده رابطه داشته باشی خب؟ نمیتونی به همچین رابطه حتی فکرم بکنی، حتی فکر کردنش هم سخته. زوده واسهتون، خیلی زوده واسهتون. نیست داداش، زود نیست. تازه دیرم شده. برای شناختن خودم دیر کردم. برای اینکه دست باده رو بگیرم دیر کردم. یه مدت بین خودمون بمونه داداش. خودمون سه تا. میخوای منو شریک جرمت کنی؟ به جز تو به کسی دیگه ای نمیتونم بگم. داداش من نمیتونم اجازه بدم دوباره زندگی اون دختر رو به هم بریزی که. میفهمی چی میگم؟ عثمان من فکرمو کردم. باور کن خیلی فکر کردم. از رو لجبازی این کارا رو نمیکنم. حسش میکنم. میفهمم چی میخوام. سعی کردم نادیده بگیرم ولی نشد. میخوام موقع سال تحویل با باده حرف بزنم. البته اگه هنوز فرصت داشته باشم. خب تو هم کمکم کن دیگه. فقط تو میتونی کمکم کنی. دختر خوشگلم، وقتی بهت نگاه میکنم افتخار میکنم. به خاطر پشت کارت، غرورت، پیشرفتت، موفقیتت. به امید خدا خیلی زود دختر گلم از این خونه میری بیرون. خوشبخت میشی عزیزم. ایشالله از این خونه، از این آشپزخونه زودتر میری بیرون. فرصت اینو داری که یه دنیای جدید و واسه خودت بسازی عزیزم. تا جایی که میتونی از این فرصت استفاده کن. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم آبجی. میدونم. حتی میدونم چه کارایی از دستت بر میاد. ولی تو باید اون قلبتو آروم کنی باده، وگرنه همه زحماتت به باد میره دخترم. این همه راهی که اومدی باید برگردی و از اول شروع کنی باده. عزیزم، هر کسم که فراموش کنه تو اون مصیبت ها رو فراموش نکن. منم اون ترسو. آبجی تو به حرفای آبجی گلستان توجه نکن. من به تو توجه میکنم. بدون که توجه مراد تمرکز تو به هم میریزه عزیزم. ولش کن. میشناسیش که هیچ وقت بزرگ نمیشه. هرچی میخواد بهت بگه بذار بگه. ولی یه دفعه از رویایی که برات ساختی بیدارت میکنه. این بار دیگه نمیتونی از جایی که افتادی بلند بشی. فکر نکن چون تو عوض شدی پس اونم عوض شده. خدا رو شکر تو خدمتکار این خونه نمیشی. ولی فکر نکن میتونی خانوم این خونه بشی. تو رو خدا به خاطر آرزوهایی که محال فرصتهای زندگی تو از دست نده باده. من اون آرزویی که تو فکر میکنی ندارم آبجی. فکر نمی کنم مرادم همچین آرزویی داشته باشه. ولی تو نگران نباش. من برای اینکه اون نقطه تاریک تو ذهن مردم رو پاک کنم هر کاری انجام میدم. میدونی که من همه این کارا رو به خاطر اینکه دوست دارم و به فکرتم انجام میدم مگه نه؟ البته معلومه که میدونم. میدونم آبجی. من یکم خوابم گرفته، برم بخوابم. برو عزیزم. شب بخیر. شب بخیر عزیزم. به به، چه بوهای خوبی میاد. وای وای، صبح بخیر.
سریا بران با دستای خودشونم تنهایی صابونه درست کرده. ما مثل شما تو قصر بزرگ نشدیم آقا فاروق. بفرمایید. حالت خوبه؟ بیا بیا اینجا بیا اینجا مامان؟ میری بیرون پسرم؟ حالت خوبه مامان؟ خوبم خدا رو شکر. برای چی میپرسی؟ فکر کنم خیلی دلت میخواست یه دختر داشتی که باش درد و دل کنی. شاید برای ما سخت باشه که حالا درکت کنیم، نمیدونم دیگه، همینطوره؟ من از زندگیم راضیم. 4 پسر دارم مثل شیر، دیگه چی میخوام آخه؟ مامان ببین، میدونم خوشت نمیاد در موردش با ما حرف بزنی. میشه حرفای دلم رو بهت بگم مامان؟ میدونم نتونستی خیانت بابامو هضم کنی. میدونم در مورد زندگی چطور فکر میکنی ماما. من میدونم که همه زندگی تو صرف ما کرد. هم ما هم بابا. هیچ وقت ندیدم واسه خودت کاری بکنی ماما. اگه ما نذاشتیم به خودت برسی ما رو ببخش. ولی ما دیگه بزرگ شدیم. بهتره یکم به خودت برسی. به فکر خودت باش دیگه، یکم واسه خودت وقت بذار، یکم نگران ما نباش. فهمیدی؟ وقتی ببینم تو برای خودت کاری کردی خیلی خوشحالتر میشم. یه دفعه چی شد پسرم؟ خوشحالی شما خوشحالی منم هست. با پر کردن صفای زندگی بقیه صفای زندگی خودت پر نمیشه. ما به اندازه کافی دیگه وقت تو رو گرفتیم. پس میگی برای خودم زندگی کنم؟ میگم بیشتر به خودت توجه کن. وقتی به خاطر آرامش خودت زندگی کنی میبینی چقدر تو حال هوای خونه تأثیر میذاره دیگه. اگه شما باور نکنین چی؟ همونطوری که گفتی، هر کس باید واسه خودش جواب پس بده. ما بعض وقتا تو رو نمیبینیم، حتی بعض وقتا یادمونم رفته. ببینم نکنه میخوای آروم آروم منو از خونه بندازی بیرون؟ نه، فقط دارم میگم به خاطر ما زندگی نکن دیگه، چون من میدونم. من درک میکنم این چه حسی داره مامان. اگه ناخواسته همه سختی های زندگیمونو انداختیم رو دوش تو مامان، دیگه بذارشون زمین، یکم به خودت برس ماما. مثلا چجوری به زندگیم برسم؟ مثلا چه میدونم، برو بگرد، تفریح کن، واسه خودت یه کارایی بکن، کیف کن. حتی اگه میخوای تنها باشی یه مدت از ما جدا شو. نمیدونم، از این کارا دیگه. باشه ماما.
وای وای وای، مادر و پسر چه دل قلوهی به هم میدین. چقدر شما با هم خوبی. ما همیشه با هم خوبی. بیا. خب دیگه من رفتم، مامان کار دارم، باشه؟ خدافظ دیگه، من رفتم. خدافظ گل پسر، به سلامت. اسم خانم، برات خبری خوب دارم. خبری خیلی خوب، اگه بدونی، اگه بدونی. نگاه کن. اینا چی؟ نامه هایی که تو خونه ی ریحان بود و دیدم. فیزی فرستاده؟ از کجا پیداش کردی؟ نه پرس اسما جون، خیلی سخت بود ولی بالاخره تونستم برشون دارم. بهت بدهکار بودم، بی حساب شدیم. شاید بخوای تنهایی بخونیشون، من میرم یه سر پیش نوام، باشه؟ ممکنه به خاطر نهار نتونم بیام، تو برو منتظر من نباش. تو اینجا چی کار داری؟ سلام خانم. خانوما جدن کار تو بوده؟ تو داری چی کار میکنی؟ داری چی کار میکنی؟ به پلیس میگم، به پلیس میگم. تو هنوز نمیدونی با کی طرفی. درسته، دوست پسرت آدم بانفوذیه. اون دوست پسر من نیست. چرا ندونسته تهمت میزنی؟ میدونی اخوازی چه جرم سنگینی آره؟ کی من؟ من و اخوازی؟ آقای قاضی بگین ثابت کنه. راستی گفتم قاضی، یادم افتاد دلیل طلاقمون چی بود؟ آه یادم اومد، من اون موقع یکم مشکلات اخلاقی داشتم، تو هم از این موضوع ناراحت بود. ببین دارم بهت هشدار میدم، اگه به داداشم بگم چی کار کردی؟ اگه میتونی کسافت کاری های خودتم بهش بگی بگو. گفتم من کاری نکردم عوضی. ببین اون مرد فقط اومده بود خونه من دارو بگیره. ای بابا، من نمیدونم طرف رئیسه یا دوست پسرت، هر چی که هست برو بهش بگو خودش بره بزنش بگه تو خونه تو چی کار میکرده. تو هم به داداشت میگی، وگرنه؟ وگرنه چی؟ یا به رئیست بگو یه راهی واسه ساکت کردن من پیدا کنه. اسرا جون خوشحال شدم دیدمت، ولی انگار یکم شکسته شدی، بیشتر به خودت برس. بای بای. ببینم کی بهت گفت سوار شی؟ آه کی بهت گفت؟ خوب بود. برو پی کارت. گفتم برو. پول چی؟ کارت تموم شد میگیری. ببینم اینا واقعا با هم رابطه دارن؟ منظورم اینه که اسرا اونه. اینا که تو بردار، کارمون هنوز تموم نشده. کاری که تموم کردی 25,000 لیر ازم میگیری، بقیهش هم به تو ربطی نداره، فهمیدی؟ اگه بعدش تو رو دور و بر این دختره یا فکرت ببینم تیک بزرگت گوشته، فهمیدی یا نه؟ هرچی مدرک ازت دارم و رو میکنم، نمیذارم یه روز خوش ببینی. حالا برو پایین، گم شو.
خوش اومدی. ممنون. بیگم خانم تو اتاق منتظرتونه. امروز آدم اومد اینجا؟ نه، نیومدن. آقا فاروق، ما یعنی همه ما کارمندا خواستیم براتون هدیه یه سال نو بگیریم. بفرمایین سال نوتون مبارک. خیلی ممنون، خیلی قشنگه، واقعا قشنگه. از طرف من از بقیه هم تشکر کنیم. خیلی احساساتی شدم. ممنون. مبارکتون باشه. خواهش میکنم بلند نشو. خوش اومدی. خیلی ممنون. حالت چطوره؟ ممنون. چیز مهمی که نیست، نه؟ پای تلفن چیزی نگفتی؟ نگران شدم. نه، چیزی نشده. حتی میتونم بگم همه چی خیلی خوب پیش میره. امیر حالش بهتره. یکم آروم شده. حتی یکم منطقی تر به موضوع نگاه میکنه. خوبه. خدا رو شکر. خوشحال شدم. خوشحاله که قراره برای مهمونی سال نو پیش شما باشه. از قرعه کشی خیلی خوشش اومده. البته چون به مهمونی شلوغ عادت نداره، بیشتر براش جذابیت داره. میدونم. فاروق، من اومدم اینجا یه چیزی بهت بگم. من بعد از سال نو قصد دارم جان و امیر رو با هم آشنا کنم، چون امیر فعلا یکم آروم شده. ببین، منم دارم از قبل بهت خبر میدم که دوباره اون موقع با هم بحث نکنیم. باشه؟ باشه، باشه. ببین، من مطمئنم تو کاری نمی کنی که امیر آسیب ببینه. یعنی ممکنه یکم زیاده روی کرده باشم، ولی باز اگه یه اتفاقی افتاد یا مشکلی پیش اومد، خواهش میکنم از من مخفی نکن. باشه، خیلی ممنونم. پس یعنی موافقی؟ ببین بیگم، من خیلی دلم میخواد تو خوشحال باشی. امیدوارم در مورد جان اشتباه کرده باشم. پس از اونی که فکر کرده بودم راحت تر قبول کردی. تحصیلی که سریا رود گذاشته از چیزی که فکر میکردم خیلی بیشتر و بهتر بوده. عالی بود. درسته، خیلی آرومم کرده. مشخصه. خدا نگهدار. خدافظ. سلام، فکر کنم خیلی منتظر موندی. بشین، میخوام برم سر اصل مطلب. کاش منم میدونستم اصل مطلب چی. میدونم که تو هم بیخبر نیستی. منظورت از اصل مطلب چرت و پرتایه؟ یه آدم کاملا منطقیه، بی خود و بی جهت فکر کسی رو درگیر نمی کنه. یعنی میگی خواهرمو از من بیشتر میشناسی؟ آره. ببین جان، من از دیشب تا حالا نخوابیدم. به هر لحظه ای که با تو حرف زدم، به هر جمله ای که با تو گفتم فکر کردم. یاد حرفایی که تو در مورد فاروق گفتی افتادم. یاد این افتادم که چرا پیش فاروق از تو حمایت کردم. من کاملا مطمئنم کاری نکردم که به تو امید بدم، ولی تو خب دریا میخوای حرفای منو بشنوی؟ اسم من سریاست.
نورگل. خانم جون. به ریحان زنگ بزن دعوتش کن بیاد اینجا. به مصطفی هم بگو بره دنبالش و بیارش اینجا. اگه نخواد بیاد چی؟ بگو خیلی مهمه. بگو چیزایی که میخوام بهش بگم میتونه براش جالب باشه. و در ضمن تا حرفای منو نشنیده به آدم خبرچینی نکنه. بگو در غیر این صورت به ضرر خودشه. چشم. من نمیدونم چه اتفاقی برات افتاده، ولی نمیتونم اجازه بدم به این رابطه ادامه بدی. حتی اگه لازم باشه میرم به بیگم میگم، اونم خوب میدونه چرا نباید چیزی به فاروق بگه. خواهش میکنم نزار کار به ببین، من از تو خوشم اومد، ولی این مال قبله. یعنی فقط یه احتمال بود چون تو داشتی طلاق میگرفتی تنها. ولی و تو برای اینکه فکرمو به هم بریزی هر کاری کردی که فاروق از چشم من بندازی. ببین، من هر چیزی که دیدمو بهت گفتم، الانم سر حرفم هستم. فکر کنم همه چیو ویگن بهت گفته که چه اتفاقایی برام افتاده. چون خیلی مطمئن حرف می‌زدی، من خواستم تجربه خودمو در اختیارت بذارم. می‌خوای استفاده کن، می‌خوای هم نکن، انتخاب با خودته. چون زندگی هر آدمی به خودش مربوطه. لابد با بیگمم تصادفی آشنا شدیم. معلومه که اتفاقی آشنا شدیم. اون اومده بود تو کلوپ من. من که نرفتم. ولی تو خواستی که اون مشاورت باشه. من از کجا بدونم؟ رو پیشونیش که ننوشته بود دوست دختر قبلی فاروقه. شما واقعا منظورتون چیه؟ چی رو می‌خواید به من بفهمونید؟ من نمی‌فهمم. منم نمی‌فهمم. مشکل ما دقیقاً همینجاست. دیگه کاملاً مطمئنم که تو نسبت به بیگم هیچ حسی نداری. گل سر من تو خونه تو چیکار می‌کنی؟ افتاده بود تو ماشینم. یادم رفته بود پسش بدم. من تو خونه. مشکلتون اینه. ببین دوباره دارم بهت میگم، تو برای من فقط یه احتمال بودی. اون احتمالم روز دادگاه تموم شد. من آدمی نیستم که به خاطر تهدیدهای ویگن به تو بخوام زندگیمو عوض کنم. با بچه هم طرف نیستی. خدافظ. اسرا، داداشم رفته؟ بله آقا فکرت، همین الان رفته. چیه؟ چیزی شده؟ نمیدونم چطوری بهتون بگم، خیلی خجالت میکشم. خجالت نکش، بگو. براک اومده بود. کار اونه. ازتون چی میخواد؟ به تو چی گفت؟ گفت اگه چیزی که میخواد و بهش ندیم آبرومونو میبره. گفت کاری میکنه که خودمون به همه بگیم. خدا میدونه چه مدارکی ازمون داره. اگه بدونه شما یه شب اومدین خونه من خوابیدین چی؟ به مردم چی بگیم؟ چه جوری ثابت کنیم که هیچ اتفاق نیفتاده؟ اصلا نگران نباش، اون نمیدونه اگه بدونه ازش استفاده میکرد. من این مشکل قبل از اینکه بزرگ شه حلش میکنم. خیالت راحت. چیه، به من اعتماد نداری؟ من نمیخوام شما ناراحت بشی. من اذیت نمیشه، همچین اجازه ای هم نمیده. من فقط نگران تو هم. چون نمیخوام بیشتر از این به خاطر این موضوع ناراحت بشی. بخوام اینو بده. من میشه خواهش کنم یه دستمال مرتو بهم بدی؟ عزیزم، چرا اینقدر به این بچه حساسیت به خرج میدی؟ عرق کرده ای؟ چرا باز اینجوری نگاه میکنی مامان؟ میگم چطوره امروز با فکرت دوتایی برین سینما ها؟ واقعا که مامان، چرا هی اصرار میکنی آخه؟ به زور میگی براش کادو بگیر، به زور مرا میفرستی رستوران، حالا میگی برو سینما. چی شده؟ شدی مشاور خانواده؟ دختر جون، من با
بابا زبونم مو در آورد. به هیچ مردی نباید اینقدر بی محلی کرد، میفهمی؟ بگو مامان، بشین هر چی دوست داری بگو. نکنه بابا من زیادت کرده. ایپک، هم خالت هم اسما جلوی چشمتن. ببین چه بلایی سرشون اومده، همش به خاطر بد اخلاقی. درسته، ولی تو یه چیزی رو یادت رفته. فکرت از 3 سالگی عاشق منی، یعنی حال ما خوبه، نگران نباش. اینا رو ول کن. ببین نامه ها رو خوندی یا نه؟ توش چی نوشته بود؟ آه تعریف کن دیگه. عشقم چی شده باز؟ چی کار کردی؟ دخترم ها؟ یا ببینیم چی میگی. الو آدم، فهمیدم کار کیه. الو فکرت توی؟ ببخشید انقدر مشغول کار بودم نگاه نکردم ببینم کی زنگ میزنه، همینجوری جواب ندم. ببخشید چی کار کیه؟ اون مردی که شوهر سابقه اسرا اومده اسرا رو تهدید کرده، میتونی پیداش کنی؟ جدی میگی؟ عجب آدم عوضیه، عجب بیشرفیه، اصلا باورم نمیشه. خب وقتی پیداش کردم چی کارش کنم؟ آدم کاری کن مطمئن بشی که دیگه مزاحم ما نمیشه، باشه؟ هر چی عکس و مدارک داره رو ازش بگیر و پولو بهش بده و گروهشو گم کنه دیگه. خیلی خوب، باشه. تو دیگه نگران نباش، راحت باش. اینجوری خوب شد، حداقل فهمیدیم طرف کیه، دیگه نباید دنبالش بگردیم. خیلی خوب، ببین به چی میگم. من یکم سریعتر کارا رو حل میکنم، باشه؟ اگه یه موقع اتفاقی افتاد بهت خبر میدم. دستت درد نکنه. خواهش میکنم عزیزم، خدافظ.